تعمیلی کامپنی خودش یک هنر میشه. مثالی که اولش میزنم دونه فرض بکنیم که من یک لیبل دارم و یک تکسی که همیشه مجبورم این دوتا رو با هم دیگه داشته باشم، درسته؟ تو همه پروژه ها مجبورم چکار کنیم من چون یک لیبل با یک تکسی توی فرمم قرار بدم و برای جا به جا کردنش باید جفتش رو با هم سلکت کنیم یا ببریم بالا یا ببریم پایین یا تحتش بده. این از بود بلاده و بعد از اون اگر مست رو خواستیم اصلاح بکنیم باید مست این جدا اصلاح کنیم، مست این جدا اصلاح کنیم. اولین و کوچکترین کامپنیتی که ما رو بزن کنم باید میبینیم اونه که یه شهی تنره کنیم بزن تو باکس هم که این بوده برای چک بزن تو میدارم شو با میره میدارم شو با تیر پروپرتی مستش رو عوض میکنم شکل تکسی رو عوض میکنم. این خودش در سرعت تولید برنامه خیلی مؤثره. تو بعد برسیم به پنلهایی که دکمه های آقای زن کامو باسه یه سرش رو تماسی بزنه و ما بعد بیرم شد. خب نگاه کنیم به شش این کار رو انجام در جاوا این کار بسیار شده. ببینید در روز استفاده از هیچ دانش کامپوننت رو این کار رو انجام میده. وقتی پروژه رو نمی کنیم از نوع جاوا این نتا بسیار جاوا اپلیکیشن جاوا کلاس در بری نمی کنیم باشه. این دوتا هیچ فرق با هم نمی کنیم. اون فقط صرفا یک تابع مین هم اضافه میکنه و میتونیم جاوا اپلیکیشن رو بگیم تابع مینش رو دیلیت کنیم. در جاوا تفاوتی رو هم دیگه نمی کنیم. میگم یک جاوا، جاوا کلاس لایبرری، یک کتاب خونه کلاس جاوا نت اسم رو تعیین میکنم و شد چون نمیتونم مایگی دیگه در دارای بسیار بسیش کنم. توی لایبرری که میگم اول یک پسیج دارم قانون در واقع جاوا یک شیش به بعد میگه حتما بعد از پسیج استفاده بشه. اسمشو میذارم کامپوننت. البته میتونم قشنگتر بنویسم کام دات کامپوننت. یه پسیج نیو اون نصف به شکلی جی فرند ایجاد کنم جی پنل ایجاد جی پنل به عنوان جد یا ترند همه اشیا میتونه بشه استفاده بکنه. چون اصلا لحظه که میخوام بزنم میکروفون باید این لایه رو اشغال بکنه مجبورم از جی پنل استفاده کنم چون کانسپشن بعد روشن رو یا سرچ کنیم. اسم پنلم رو دقیقا اسم اون شی میذارم به نام مای تک بات. این خروجی نداره بچه ها، یعنی این یک پنله. اگر به حالت سورس برن میبینیم که مای تک باکس مشتق شده از یک جی پنل، پس مقرره تابع مین هم نداره، صرفا یک شیعه، یک جایی که یک فضایی رو اشغال کرد. شروع میکنم به چیدن اشیا، یک لیبل و یک تکسی یک رو جوری کشن پنل در رو جمع میکنم لیبل رو انتخاب بکنم در کنم پروپرسی حالا من نیمی خواستم برشون میگم. خب شما این تقریبی کامل رو در به همین سالیگی ما کامل رو تقریب کنیم. حالا اگر این پروپرسی را کار بکنیم باید جد کد در واقع دستی کد بده نیافت هم کنم کنم چیم بلیه مایدی گرافیلیت میکنم میگم چیم بیلی خروجی این پروژه یک جار فایل باشه که این جار فایل قابل اجرایی نداره. این نه کتاب خونم در اینترنت هم که شما سرچ میکنید و جستجو میکنید کلی جار پیدا میکنید. امروز یاد بگیریم چطور این جار رو نصب بکنید. پوستش رو که نگاه میکنم میگه که بیلتین جار مایلیت دیس مایلیت دات جار یا جار. خب طریقه نصب شما هم دیگه یاد میگیرید از منوی ویندو به واسه تول پلت سوینگ یعنی باید پلت های جاوا میگم یک کتگوری جدید ایجاد کن مثلا با نام پارس کنترل. پارس کنترل رو انتخاب میکنم میگم اد فرام جا و لابرو بهش آدرس دهیم. میگه این رو تشخیص دادن میشه نکس کجا فینیش جو. این باعث میشه لحظه ای که من
توی فرمم میام تو قسمت پلت هم یه گروه داشته باشم. پارسه چه هم میگم توی فرم قرار میدم. ببین بچه این آمد نیست باشم میدم یه بار بشینه بزشون از این پارسه. فقط موضوعی که این اگر توی جدال پروپرتی بود بدم پروپرتی به لحظه کاری نداره بچه، یعنی مشخصه وجود نداره با هاکش کنم بتونم تغییر بدم مرسوم ها رو. چرا؟ چون هر چی که نگاه میکنن از افتادش رو میگیرن میشون من یه پنل این رو بگیم از که بکران شو عوض میکنن توی رنگی مثلا مثل رد قرار میدن. تمام این مشخصات مشخصات پنل هیت باکس و لیبل من اعضای این کلاس هن اعضای این شهر پس خیلی به دردم نمیکن. چه شکلی میتونم این پروپرتی اضافه بکنم؟ نگاه کنید مایدی سورس پکیج کام مایدی دست رو بتونیم با نام انکپسولیتین کپسول سازی. چی بود؟ برای کلاس های جواب پروپرتی می نوشتیم در حاله به چی و چی؟ گت و من همون کار شروع میکنم بنوشم این انسان پابلیک وید یه بسید پابلیک استرینگ گت حتما جیش باید کچیک باشه و متن بعدی get box text return میکنم text box get j dot get و به همین ترتیب براش یک ست میده. string value این هم میشه دار لیستیک باید همین کار دیگه نوست بکنیم ما الان یک پروپرتی در اون پنجره اضافه شد به نام باکس تکس نه گیت باکس تکس باکس تکس باید چون گیت تکس رو تشکیف داد کات میکنه یک پروپرتی ایجاد میکنه برش و همین تحصیل کپی میگیرم برش ازش که برای لیبل جدش میکنم این هم لیبل تکس برمش بید این هم جریم بری بله یک و این هم جریم بری بله با نوشتن همین دو مشخصه بعد بیلد کردن جار من آپدیت میشه و حالا اگر برم توی فرم یک با تکفات رو روی فرم قرار بدم در جدول پروپرتی این دو خاصیت وجود داره. این هم باکس تکست که میتونم سلسله بذارم، این هم لیبل تکست که میتونم بنویسم انتر یور نت. فقط اولش هم که کوچیک میکنم از کی میگیره؟ از در واقع باکس تکست. به این ترتیب ما میتونیم کامپوننت ستایش رو تعریف کنیم. حالا اگر من میخوام برفرض بتونم این قلم این عوض بشه و چیکار کنم؟ دوباره یک پروپرتی باید درشون بنویسم چون پروپرتی که هست پروپرتی نیست که به درد این کامو باید این اصلا پروپرتی که مینویسم رو پابلیک از نوع فونت میخوام بتونم فونتشون رو عوض کنم. پابلیک فونت اسمش هست گت فونت. از اصلا باید بگم که گت مای فونت یه وقتی میخواد ریترن کنه فونت چی برگردونه؟ میگم ریترن کن جی تکس فیل به یک دا گت فونت وقتی ست میگرد اما ستش رو متفاوت میگرد همش ببینید یه هم وید یه هم فونت ات ستش میگرد ست فونت برای هر دو داره. اوکی؟ این گرت من یک شونو برمیگرم از ستا من هر دو شونو اضافه میکنم. به این ترتیب وقتی بیلد میگیرم نمیستی در جدول پروپرتیز خاصیتی دارم بچه ها برنم مایفون نمایفون که اوتوماتیک خودش هم تشخیص داده که باید جدول فونت رو باز کنه.
فوندم رو انتخاب میکنم همچین هم این یکی از روش های در واقع نوشتن نیروی کد تغییر کار کنه.